رژیم برآمده از کودتای خونین ثور برای جشنهای یک سالگیش آمادگی می گرفت. اما اصلاحات تندروانه حزب دموکراتی خلق بر رهبری نور محمد تریکی نتیجه وارونه داشت. زیرا به جای اینکه توده ها را با خود همراه کند، برخی قوانین سختگیرانه در جامعه سنتی سبب شد تا مخالفت ها در جای جای کشور جوانه بزند و به آتش زیر خاکستر تبدیل شود که به محض به دست آمدن فرصت فوران کرد. در این میان میتوان به خیزش سوم حوت مردم هزاره و چندول در کابل و پاخواستن هزاره های در رسوف در ولایت سمنگان و سایر نقاط کشور از جمله نورستان اشاره کرد. اما در این برنامه به بررسی خیزش 24 حوت 1357 هرات میپردازیم که بیشتر به قیام 24 حوت شهرت یافته. این خیزش از دو جهت اهمیت دارد. در کنار به پاخواستن شهروندان در برابر رژیم، برخی از فرماندهان و نظامیان ارتش نیز به نظام پشت کرده و در کنار شورشیان قرار گرفتند. هرچند این حادثه به قیام 24 حوت مشهور است، اما آنچه اتفاق افتاد چندین روز دوام داشت تا اینکه رژیم توانست با کمک نیروهای زمینی و هوایی ارتش که از قندهار وارد هرات شده بودند خیزش را سرکوب کند. رژیم کابل در روزهای اول خواستار کمک مستقیم نظامی رهبران شوروی شدند، اما مسکو با درخواست مداخله مستقیم نظامی مخالفت کرد. با این حال شهر و روستاهای هرات حدود یک هفته از کنترل رژیم خارج شده و به دست شورشیان افتاد، ولی حکومت کابل با کمک نیروهای هوایی شهر را پس گرفت. درباره تلفات این قیام رقم‌های متفاوت مطرح شده است. از جمله اولیور روا، پژوهشگر اهل فرانسه که بیشتر در زمینه اسلامی سیاسی کار و مطالعه می‌کند، در کتاب اسلام و مقاومت در افغانستان شمار تلفات این قیام را میان 5000 تا 25000 نفر تخمین کرده است. از قیام هرات زیرا عنوان بدترین حادثه خشونت مسلحانه در 50 سال گذشته یاد می‌شود و مرگبارترین رویداد در دوره حاکمیت نیروهای چپ در کشور. هرچند پس از شروع اشغال شوروی حوادث مرگبار زیادی اتفاق افتاد و تلفات مردم به صدها هزار نفر رسید، اما حادثه واحدی که در آن این تعداد آدم جانش را از دست بدهد ثبت نشده است. البته قیام هرات را میتوان در یک زمینه وسیع‌تر بهتر درک کرد که در اصلاحات ارضی رژیم ریشه داشت. اصلاحات مورد نظر کمونیست‌ها در تقابل با ارزش‌های جامعه سنتی و به شدت بسته آن زمان قرار گرفت و مردم توان برداشت اصلاحات تندروانه را نداشتند و به این ترتیب در گوشه و کنار این سرزمین زمزمه‌های مخالفت سر برآورد که گاهی با داستان خالی نیروهای دولت را از منطقه خود بیرون می‌کردند. به علت گستردگی بی‌سوادی و سطح پایین رشد فکری مردم در آن زمان، اکثر توده ها زیر تأثیر تبلیغات جریان های اسلامگرا قرار گرفتند. به این معنا که همه مخالفت ها علیه رژیم ریشه مشترک مذهبی داشتند. اصلاحات ارضی در مناطق اطراف شهر هرات با مخالفت جدی همراه نشد. همبستگی بسیار کمی میان کشاورزان روستایی و صاحبان زمین وجود داشت که اکثرشان در شهر زندگی می کردند. اما سرکوب رهبران مذهبی از طرف حزب دموکراتیک خلق سبب بروز مخالفت‌ها و همبستگی توده‌های مذهبی و سنتی و عامل اصلی قیام در برابر آنها شد. در کنار این، اجرای برنامه سواد‌آموزی بدون تفکیک جنسیتی نیز مخالفت قشر سنتی و مذهبی را به همراه داشت و بر آتش خشم مردم افزود. در مورد قیام هرات نیز باید گفت که مردم شورشی در ولسوالی های اطراف در مساجد گرد هم آمده و زیر تأثیر تبلیغات ملاها به سوی شهر را افتادن و با ساکنان هرات همراه شده ساختمان های دولتی و نمادهای کمونیستی را مورد حمله قرار دادند. فرقه هفته ارتش در هرات راه سرکوب مردم را در پیش گرفت، اما این اقدام دیری نپایید، زیرا بسیاری افسران این فرقه در روز دوم به قیام کنندگان پیوستند و شهر به میدان رویارویی مسلحانه مخالفان و نیروهای رژیم تبدیل و جوی خون در بسیاری مناطق جاری شد. برخی شاهدان میگویند که پیکرهای بیجان مردم برای چندین روز در نقاط مختلف شهر مشاهده میشد. هرات برای یک هفته از کنترل رژیم خارج شد
گروهی کوچک از نظامیان، مقامها و فعالان رژیم خلق به مسجد جامع شهر عقب نشستند. در این دوره هرج و مرج بر شهر حکم فرما بود. شورشیان با قدم زدن در شهر فریاد الله اکبر سر داده و به دنبال حامیان حکومت و سرلوچ‌ها بودند. مقامهای حکومتی و بسیاری معلمان مکاتب قتل عام شدند. بازار هرات چپاول و مشاوران شوروی نیز به قتل رسیدند. هرچند سایر خارجی‌ها در امان ماندند. برخی منابع میگویند که حدود 200 تن از روس‌ها در جریان قیام هرات کشته شدند. هرچند منابع رسمی مسکو تلفات نیروهای خود را تنها 2 نفر اعلام کرد. قیام هرات رهبری متمرکز نداشت، آنگونه که بعدها برخی آن را به نام خود تصاحب کردند. منابع معتبر و شاهدان تایید می‌کنند که نقش اسماعیل خان چنانچه از طرف حامیانش تبلیغ می‌شود در قیام 24 اوت چندان برجسته نبود. اسماعیل خان در آن زمان افسر ارتش بود و هنگام قیام به سایر نظامیان شورشی پیوست بعد که دروازه‌های دیپوهای اسلحه را برای مردم گشودند. با خارج شدن کنترل اوضاع از دست حکومت محلی، نیروهای از لوای 4 و 15 زرهی از پلچرخی کابل به سمت هرات حرکت کردند. بعد در کنار آن حفیظ الله امین نخست وزیر وقت به قلوردوی قندهار دستور داد تا نیروهای زرهی را برای سرکوب خیزش هرات بفرستد. ژل دورونسورو، استاد علوم سیاسی دانشگاه سوربن فرانسه و نویسنده کتاب خیزش بی‌پایان افغانستان از 1979 تا اکنون، می نویسد که نیروهای زرهی ارتش با فرماندهی جنرال سید مکرم که از قندهار وارد هرات شده بود، با به دست گرفتن پرچم‌های سبز و قرآن شورشیان را فریب دادند که گویا قیام به سراسر کشور گسترش یافته. با این نیرنگ نیروهای قندهاری وارد شهر شده و هرات را با کمک بمباران نیروهای هوایی مستقر در فرودگاه شندن بازپس گرفتند. قیام هرات رهبران شوروی را به این نتیجه رساندند که متحدان آنها در کابل در شرایط بحرانی قرار دارند. درخواست مکرر کمک‌های نظامی از طرف ترکی سبب شده بود تا کمیته سیاسی حزب کمونیست شوروی چندین نشست محرمانه را در پیوند با افغانستان برگزار کند. گستردگی این قیام سبب شد تا کاخ کرملین به این درک برسد که مخالفت‌ها با رژیم مورد حمایتشان در کابل به اکثر نقاط افغانستان گسترش یافته و سرانجام آنها تصمیم گرفتند که با کنار زدن امین رسما نیروهای نظامی خود را به افغانستان اعزام کنند. سایر مسائل مرتبط به دوران حکمروایی نیروهای چپ و مورد حمایت شوروی در یک رشته برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و علاقمندان می توانند آنها را در کانال قاصدک مشاهده کنند. از همراهیتان سپاسگزاریم. شاد و پیروز باشید.